الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا وهو أقرب للتقوى صدق الله العظيم عدالت کنید و آن نزدیکتر است به تقوا صدق الله العظیم درنو مشرانو محترم سناتور صاحبانو وکیل صاحبانو در افغانستان دخلک استازی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو یو ځل بیا تاسو ټول څخه مننه کوم ستاسو د ملاتړ په خاطر او ستاسو د دغه اوسنی مجلس او اجتماع په خاطر دا ماته د ویاړ ځای ده او نهیریدونکی ویاړ هم ده او خاطره هم ده چې اوس د ټول افغانستان الحمدلله نمایندگان قانونی مشروع استازی د خلق شزی او نارینه د هر ګوت زموږ د خاورې دلته د دغه تیم د عدالت خواهی او د حق نه د دفاع د دایې په ملاتړ درېدلې دي ولاړ دي او عزم او اراده لري او مصمم دي پکې دا ماته ډېر لوی ویاړ ده او دا هم د یادونو وړ ده چې هغه حمایت او ملاتړ چې د افغانستان خلکو د دغه تیم څخه کړی ده په خپل رای سره په خپل پاک رای سره دا هم یو تاریخي افتخار افغانانو ته ده زما سترګو استرگی تقلب تا استرگی پلار زنوم د افغانستان پاک رایت از استرگی پلارمم او ما هم زان کمبل شای نادبغه ده جهان کمبل شای معرفی کلی نو مالچی او مسلمان افغان مجاهد بچی ده دغه خاوریم بخپل اسلامیت افغانیت او مجاهدت افتخار کوم بخپل ویاړی تاتوبی افتخار کوم او دیت ده خدمت از ما و اراده لرم او که در افغانستان با عزت ملت ما باندې اعتماد بکر زد دودوی خدمت تا حاضریم او صادقانه خدمت تا حاضریم او طول افغانانو تا در خدمت در پاره حاضریم او بیا لوی اعتماد چی پیاولی ملت در افغانستان در ما سخه کرده او زموج در تیم سخه کرده دا هم ورسر مسئولیتو نلری اوز خدا از یه مرحله تا رسیدلیو چه انشاءالله لدین ورستا زه یقین لرم ځکه چې دا ملت وار وار دا په اثبات ورسول چې دوی خپل حق غواړي دا حق دی او کس دی او تیم دی او رئیس جمهور دی او کاندید دی او نومان دی د معاونین څخه یا د سو احزاب نه دی دا د ملت حق ده دا د خوست د خلکو حق ده دا د کنر ده دا د پکتیا ده دا د پکتیکا ده دا د وردک ده دا د هرات ده دا د دایکندی او بدخشان ده او ملت تقلب نده کری خلق تقلب نده کری ده خوست خلق تقلب نده کری دلت نهادونه دولتی نهادونه او ده کمیسون ده انتخابات ده تلتاکنی کمیسون پا همکاری چه اوز مشوتاس ضرورت نلور چه پا اسناد بانده وقتی نن هم قرار و چه ما پشین یو نیم بجه ده ما پشین نور اسناد براندیشی مال بس ده د افغانستان خلق پیجی چه سه شوی ده سه نده شوی او دوی اسناد تا هم ضرورت ندرلود خو همدغه سی چې مخکې وکیل صاحب اشاره وکړ چې ما باندې نومند محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی غږ کړی و چې دا باید چې خپل خلک چې ملاتړ کوي خپل همراهانو ته ووایي چې تقلب ونه کړي ما ته دا ضرورت نه و چې زه چا ته ووایم 2009 انتخابات تیر شو الحمدلله په پاک په قانوني په مشروع طریقه موږ انتخابات تر سره ورسول او چا موږ باندې د تقلب ادعا نشي کولی تقلب چې چا وکړ څه وشو نتیجه افغانستان خلکو ته څه وشو هغه ټول افغانانو ته معلومه ده اول دوره د انتخابات تیر شو ټول قصې افغانانو ته معلومه ده ټول نړیوال ته معلومه ده هیڅوک هم سترګې نشي پټولی دوره دوم انتخابات آمد قبل از دوره دوم انتخابات جا داره که ما خدمت شما بگویم که ما خدمت رئیس جمهور افغانستان خدمت جناب آقای کرزی رفتم و پیشنهاداتی داشتم که اگر رو پیشنهادات عملی می شد و
ضرورت به اینه بود که ما به رسانه ها می رفتیم، ما ذهن مردم به مردم تشویش ایجاد می شد و مردم از آینده مشوش می شدن. خب این پیشنهادات قبول نشد. امروز فردا بالاخره آمدیم دریچه. در روز اول انتخابات، در روز 24 جوزا، در روز انتخابات چی واقع شد؟ یک روز قبلش در کجا صندوق ها پر شد؟ همه ایش به شما معلوم است. شما نماینده های مردم هستید و شما در این کمپاین بودین. افتخار به شما، آفرین به شما. شما شهید دادین، شما تلفات دادین. شما در بین شما کسایی هستند که توهین شدن، تحقیر شدن، اما عزت ما در ایمان ما، در عزم و اراده ما، در افغانیت و در اسلامیت ما و در اراده خدمتگزاری صادقانه به مردم افغانستان است. کسی شما را به عزت ساخته نمیتانه. عزت ما در رأی ماست. عزت ما در عزم و اراده ماست و در راهی که در پیش رو گرفتیم که توکل ما با خداست و به حمایت مردم افغانستان. شما شخصیت های با عزت این کشور هستین. اگر فرزندتان در پیش رویتان لتوکوب شده که ما دیدیم نمونهش در اینجا آمده، مدام یولی خانه خود ما دیدیم که مصفید بسیار با عزت مجاهد و شخصیت قومی بسیار بزرگ افغانستانه، فرزندش لت کردن و چند کوک خورده سرش و بالاخره دستش شکسته، با مو فرزند خود به افتخار آمدن در روی یک گلیم غریبانه ما ششتن و گفتن که ما از حق خود دفاع کردیم، ما از حق مردم خود دفاع کردیم و ما در دفاع از حق خود هستیم. در امیجا در ویدیوهایی که من دیروز دیدم که هنوز یک تعدادش به نشر سپرده نشده، من دیدم که یک ناظر ما که یک موی سفید است، از سر و کلش، از سر و روش خون باریده، لباسش، جامش رنگین شده. ده ها ناظر ما لتوکوب شدن، ده ها ناظر ما شهید شدن، کمپاینرهای ما به شهادت رسیدن. تمام از این مراحل هست. خب حادثه ای که بالای ما صورت گرفت، دو سه روز قبل در قندهار یک اجتماع شد، در قندهار یک اجتماع شد و در او اجتماع یک تعداد شخصیت ها صحبت کردند. حاجی صاحب باران از بزرگای قومای نورزی در قندهار که چند قبل امرای وکیل صاحب محترم به کابل هم تشریف آورده بودند و اعلان حمایت از ما کرده بودند، در امو مجلس صحبت میکنم، میگه از حق خود، از حق قندهار، از حق افغانستان من دفاع میکنم. دریجه رای گیری نشده، دریجه رای گیری کم شده، دریجه تقلب شده، در بین تقلب رای گیری هم شده. اما تقلب ما قبول ندارم، رای دادن یک شب قبل ما قبول ندارم. ما آمدیم از اینمی حق خود و از حق مردم دفاع میکنم. فردا شبش، شامش، هفت شام، شش و نیم، هفت شام خبر شهادتش رسید در پیشخانش. این ظلم است یا چیز دیگه است؟ او کی بود؟ اونمو یک افغان بود، یک مسلمان بود، چیز دیگه نگفته، فقط صدای خدا بلند کرده. صدای خدا بلند کرده که در اینجا در رقم از ظلم شده. پر ما بند ظلم شده. ما رای خپل استعمار کرده، از ما قوم رای ور کرده، از ما وطنداران رای ور کرده، او دو دوی اوس نتیجه در بل چپکت ایلانی شی. دا سو دی. ای قصه ما قصه یک جای نیست، قصه یک گوشه ای که ما از رای یک ولایت افغانستان ما دفاع میکنیم، از رای یک تیم دفاع میکنیم، از رای چند اعضاب دفاع میکنیم. این قصه سرتاسری تمام افغانستان است. وکیل صاحب که پیشتر مشوانه صاحب از قصه یاد کردن، خب بشد که خدا نخواسته به خودشان هم صدمه میرسید. حالی که وقتی که مجاهد شهید شد، وقتی که همراه شهید شد، وقتی که دوست شهید شد، وقتی که همراه شهید شد، امی قصه است دیگه. این قصه در تمام افغانستان شده، قصه آمده تا به میجه. وکیل صاحبای محترم، یک مسئله را برتان به اطمینان خدمتتان میگم. و این موضع ما بوده و ما مشکلم درمی بوده که ما موضع خود بسیار با الفاظ نرم گفتیم، اما تمام جدیت و انشالله صداقت دو بوده. این را بعضی ها غلط فهمی کردن. یک حادثه شد، حال زبان گوسفندار مردم ترجمه میکنه در اینجا آدم که گرد بخوره. خب یک افتخار دارم که تقلب چی که به تقلب وسوسام نشدیم. وسوسام نشدیم که چیز بریم به مو طرف، الحمدلله.
و این مراحل است که افغانستان طی کرده، سپری کرده تا به اینجا آمده. و ما هم بسیار به زبان نرم به جامعه بین المللی هم گفتیم، به خدمت رئیس جمهور افغانستان هم گفتیم که یک کار نشه که همین مملکت به دسته به بحران بره. بیاین همین ملت حق داره، بازش کلی که دست همین رئیس جمهور افغانستان بیشتر حق داره. 13 سال مردم افغانستان احترام شکرده. در این همیجه شخصیت هایی که هستن، من یقین دارم که در یک دوره، در دو دوره یا شاید در سه دوره حمایت کرده باشن از او. این دفعه برتان بگویم، خدمتان بگویم که خدمت شما بگویم که همی مقابله ما واقعیت گپ همیست. ما که نمیگیم حیام میکنیم و گپ علایده است. واقعیت گپ همیست که مقابله ما امرای رئیس جمهور بود از ابتدا. از زمانی که تیم ها تشکیل میشد. آمد. یعنی در امی انتخابات از زمانی که تیم‌ها تشکیل میشد چی مثلا نبود؟ امی دکتر عبدالله خو نمیشه. عالی، هنوز انتخابات نشده، 8 ماه 9 ماه مانده، این خو نمیشه. باز اگه مردم قبولش نمیکنن. حالا که مردم رای داد شد، باز مردم قبول هم میکنن. این قصه بود که روزمره به من راپور میامد. هیچ گله نکردم. یعنی امروز است که من امروز دربارش صحبت میکنم. از این مرحله گذشت، تیم ها تشکیل شد. دوستایی که از ما حمایت میکردن همگیشان تشویق شدند که با دکتر عبدالله فایده نداره، بریم با کسی دیگه. همگیشان شخصیت های کلان هستن، اونا الحمدلله استاد شدن در موضع خود. بعد تیم ها تشکیل شد. به چی منظور؟ در تمام همی وقت قصه همی بود که ای خو نمیشه، ای بفایده است ای قصه. خب آمد، ما رفتم خدمتشان. ما خدمتشان گفتم که ما چیزی که میگیم به او باور داریم. این چیزی که من برای شما میگفتم، گفتم برشان خدمت رئیس جمهور افغانستان که اینا، من به اینا میگم که شما باز در بدلش از من حمایت بکنید. من اینا به خاطر از این میگم که ما به اینمی باور داریم که در افغانستان انتخابات میشه، کسای میرن، کسای بجاشن میرن. و شما که 13 سال در اینجا بودین، میخواهیم که با عزت در بین مردم باشین، نامتان با عزت یاد شود و احترامتان حفظ شود، جایگاهتان حفظ شود. و اینمی را با کمال صداقت میگیم، اینمی را ما از امی گرم و سرد و روزگاره که دیدیم تا به امیجا آمدیم امی را آموختیم و در بدل چیزم نمیگیم. و حفظ از اینمی جایگاه مربوط به خودتان است. در این که شما اعتماد کنین که اینمی مردم خیر و مصلحت ملک و مردم را در نظر میگیره، آینده کشور را در نظر میگیره. فرض کنیم ما امروز در چوکی کرسی ریاست جمهوری می بودیم و انتخابات در دور اول همونطوری که نتیجهش بود اعلان می شد. حالا ما نمی رفتیم که دنبال رئیس جمهور بگیریم که تو چه کردی چی نکردی. هزار مشغله دیگه داره افغانستان، هزار مشکل دیگه داره افغانستان که به او پرداخته شود. باید مردم توقع زیره نداره که شما 5 سال دیگه را باز دو تا رئیس جمهور سابق و نو در جنگ و جنجال تیر کنن. اما اینمی را با کمال صداقت ما گفتم برای رئیس جمهور افغانستان و از این بالا او طرف و طرف چیز ما توقع از پیششان نکردیم. ای که چی واقع شده، از برای خدا چشم ما خور نبود، گوش ما خر نبود. دیدیم، شنیدیم، به چشم سر دیدیم، مردم ما تجربه کردن که چی واقع شد. زیاد سرش تبصره نمیکن تا که امروز در این نقطه هستیم، در این مرحله هستیم. همینجا خدمت شما اطمینان میتم که وقتی که اینجا جنرال گل محمد پهلوان ششتن، کمینه که اینا را زدن در 3 ساعت جنگ، بعد از 3 ساعت جنگ تلفات دادن، اینا شهید دادن رفتن. گناه از امیا چی بود؟ اینا می رفتن به طرف میمنه به خاطر کمپاین، به خاطر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. این قصه هاییست که فقط ما شنیدیم، خداوند حوصله داده و صبر کردیم و گفتیم که در رایی که آدم تحقق حق است، تکلیف میبینه، زحمت میبینه، صبر از خدا خواستیم، اما صبر و حوصله بالا بوده. دو روزی که بالای ما سوی قصد شد، امراهای ما شهید شدن و ما تا 2-3 ساعتش نمیفهمیدم که امراهای ما به شهادت رسیدن. ما و دکتر سبزن مای رسول در یک چی بودیم. در همین روز ما رفتیم گفتیم برای مردم تشویش ایجاد نشه. اینا فکر میکنم تو فکر کردن که اینمی خودی اگه آدم است که سر خودش هم کملا میکنه که مانا چیز نمانده بود.
چیز نمانده بود که بره داود دنیا بازم اون آرام است، هیچ خبر نداره، هیچ خورای چیز دیگه، خورای خوردیم، خورد کردیم، نوش جان ما. حالی بگن که ما خود تیم برنده هستیم، اینا چرا قبل میزنن؟ تیم برنده میبودی دکتر صاحب اشرف غنی، من براتان میگم، من امیره با می تمام ایمان خود میگم، با می حجره و جه وجود خود میگم که من به خودت احترام میکردم، برای مردم افغانستان احترام میکردم، من تبریک میگفتمت. اگه دو حکومتی که باز خودت داشتی گزاره دیگه مردم افغانستان میشد، ما هم در گوشه، در حکومت نه، یعنی در سایه هم حکومت، ما هم در یک گوشه بود خدا آرام میگرفتیم هرچی که شده بود پناه به خدا، اگه گزاره باقی مردم افغانستان میشد. اگه نه که تو یک حالتی میامد که ما میفهمیم که حالت چی خواد بود، هنوز او گپا نامعلوم و اختاراس و وقت چوکی هم تقسیم شده، وزارت هم تقسیم شده، اختاران به مردم داده میشه که برادرها چی نیست، این وطن بشناسیم. من همین چیزی را که میگم با تمام ایمان گفتم، ایمانداری میگم که اگر میبردین، اگر ببرین، اگر برده میبودین، من براتان تبریک میگفتم و از این نظام باز حمایت میکردم. در 13 سال گذشته تو نبوده که ما راضی بودیم از هر کاری که در اینجا صورت گرفته، اما از کلیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان ما حمایت کردیم. این را ثابت کردیم که تعهد ملی داشتیم، تعهد دینی داشتیم، تعهد صادقانه بین این وطن و مردم داشتیم، حمایت کردیم. با خودتان فرق نمیکرد. او باز که کار نمیتونستی مردم افغانستان جوابت میداد. هم حداقل این رسم باید در افغانستان نهادی نمیشد. این رسم رسم همیشگی میشد که حکومت به اساس رأی مردم. حال ده این تقلب او تیم سر تا پا غرق است، سر تا پا غرق است، تمام اسنادش در پیش ما هست. کمیسیون چه کرده؟ تمامش بر ما معلوم است. یک گپره که امروز خدمت شما نماینده های محترم مردم افغانستان دارم که یک اعتماد دیگر هم شما بکنین. اعتماد بسیار بزرگ کردین. اگر تفرقه قومی کردن گفتین که این وطن ماست، وطن مشترک ماست، اینمی یک وطن ماست، خلاص پشت از اون نگشتین. اگر کدام گپ دیگر گفتن، کدام تحریک دیگر کردن، سمتی کردن، قومی کردن، حزبی کردن، شما این گپا را جواب دادین، شما از این مرزا گذشتین، شما مردم هستین که حق دارین، شما مردم هستین که حق دارین که ملت بالایتان اعتماد بکنن و اعتماد هم که کرده به جای نیست. شما مسئولیت دینی تان فهمیدین، مسئولیت ملی تان فهمیدین. یک قصر خدمتتان میگم که از یک رأی پاک مردم افغانستان تیر بشیم، از یک رأی. من تشکر میکنم که از این مردمی که در اینمی گرمی ها واقعا ما سازماندهی نکردیم، ای بیادتان باشه، ما سازماندهی نکردیم که مردم بیاین به جاده ها. ما گفتیم که به مردم مراجعه میکنیم، وقت مراجعه به مردم هم داریم و قوت ما، توکل ما با خداست، اطمینان ما بالای اینمی مردم با غیرت، اطمینان خوب کامل داریم. ایج هم حساب مردم خود اشتباه نکردیم. ما که رفتیم به مردم خود صدا کردیم که ما آمدیم که خدمتگزار شما باشیم، کدام نسخه، کدام تاویز، کدام تومار یا کدام چیزی نبود که ما آمده باشیم بگم اینی تومار پیش ماست. کسی هم بر ما خواب ندیده بود، هیچ بر همه کس خواب نمیدن. خب آمدیم، اما تو صاف پاک صادقانه گفتیم یک نفر از اینمی شما هستیم، نه دانشمند در سطح دنیا هستیم، هیچ اینمی یک آدم در اینمی جستیم، در اینمی جه کلان شدیم، پدر و مادر ما از اینمی جست، دل ما به اینمی وطن می سوزه، در روز سخت اینمی مردم در پهلوش بودیم، روز خوبی هم که به مردم آمد ما نقش داشتیم، ما می زمینه رو مساعد ساختیم. آقای کرزی گفتیم بیا تو رئیس جمهور افغانستان باش که دیگه افغانستان کس به شمال و جنوب تقسیم نکنه. از ده ها وسوسه دیگه ما گذشتیم، سلامت افغانستان خواستیم، اینمی تاریخ ماست، خلاص از این دیگه بیشتر چیزی نیستیم. یه نه سر خود تومت میکنیم، نه شما رو بازی میدیم. امروز هم خدمت شما صادقانه میره میگم که حرف ما واضح روشن، از یک رأی پاک مردم افغانستان تیر نمیشیم. شرایط گذاشتیم برای داخل شدن در پروسه، شرایط ما عملی شد، میریم در پروسه داخل میشیم،
در داخل پروسه هم حق شما را، حق مردم افغانستان را میخواییم. ثبات افغانستان مربوط به اینه میگه پس. آینده افغانستان مربوط به اینه میگه پس. آینده روابط افغانستان با جامعه بین المللی، با همسایه افغانستان، سلامت افغانستان، کلش ده اینه میگه پس. او کسایی که گوسفند برشان رای داده که تعداد گوسفندای این ولایت ها به اون تعداد نمیشه، اونا هیچ خوش نباشن. اونا بیان ببینن که چی کردن و از اون طور موقعیت بیان در روبروی ما باز بشینن، صحبت بکنن، باز حق خدا بخواین. حق از اونا رو پایمال نمیکنیم. حق هیچ چیز پایمال هیچ کس پایمال نمیکنیم. از پس بهم سر خلاصه گپ خود. یو زلبیا تا ستول سخمننه. او د افغانستان د خلکو سخمننه. او دایت مینان مجد افغانستان خلکو تا ورکو چی. مجد نارامه د پاره دلتنه یو راغلی. مجد ویرانی د پاره دلته نه یو راغلی. کداغه حالت چیز زموج پر تیم باندې راغلی ده په دغه تیر انتخابات اول دوره او دوهم په سلسله د کمپاینونو هر تیم باندې چې راغلی وای اوس بیا حالت د افغانستان بل حالت وای. تاسو قبول وکړئ او دا منت هم موج پر چا باندې نکو، پر چا باندې منت زموج ندی. موج د خپل خلکو څخه منت دار یو. خلک د افغانستان موج باندې منت کړی ده، د دوی منت پر موج باندې دي او حق د دوی پر موج باندې دي. اوس هم د قانون پر اساس کار کوو، شرطون خپل لرو چې شرطون از موږ ومنل شو بیا وارد کیږو په دا پروسه او په پروسه کې شفافیت غواړو، قانونیت غواړو او عدالت غواړو او د افغانستان د خلکو د حق نه تیریږو نه. تاسو ټول څخه مننه. خدای تاسو ته اجر درکړي، خدای تاسو ته خیر درکړي. همیجا یک یادداشت آمد که آقای امر خیلی استفاده